جنبش اشغال در ابتدا از روز 27 ماه شهریور گذشته در اعتراض به آنچه که نابرابری اجتماعی و اقتصادی نامیده می شود آغاز شد. معترضان در سرتاسر شهرهای آمریکا در میدانهای عمومی تجمع کردند. از آن زمان تا کنون به جز شهر واشنگتن دی سی تقریبا همه میدانها از جمعیت معترض خالی شده است. اما معترضان شهر واشنگتن دی سی همچنان مقاومت نشان می دهند. همکارم طلا هادوی و آرش عزیزاده گزارش می دهند. در مقطعی به نظر می رسد افکار عمومی آمریکا مانند گذشته توجهی به جنبش اشغال ندارد، اما مسائلی پیش می آید که نشان می دهد این جنبش هنوز زنده است. این هفته در ارتباط با این اعتراض ها 400 نفر در اوکلند کالیفرنیا و 10 نفر در شهر نیویورک دستگیر شدند. آنچه در واشنگتن مانده آنقدر سر و صدا به پا کرد که بحث آن تا کنگره هم پیش رفت. سازمان پارکا تلاش می‌کند از ماده شماره 1 قانون اساسی آمریکا در زمینه حفظ حقوق شهروندان حمایت کند. اما جمهوری خواهان و کمیته اصلاحات دولت مرتب گاردهای سازمان پارکا را مؤاخذه می‌کنند که چرا به معترضان اجازه می‌دهند شب در پارکا بمانند. عیسی نماینده کنگره و سرپرست کمیته اصلاحات دولت است. Plenty of national parks take everyone out if necessary at gunpoint at dark. اگر لازم شود به زور سلاح تک تک اونها را از پارک بیرون میکنند و میگویند دیگر اجازه ندارید در پارک بمانید. روز جمعه گذشته سازمان پارک‌ها به معترضان واشنگتن اخطار کرد که باید از پارک خارج شوند. بعد از مدت‌ها سکوت این چند روز گذشته جنبش اشغال سر و صدای زیادی به پا کرده. معترضان واشنگتن 4 ماهه که در میدان مکفرسن و فریدم پلازا خوابیدند. مرکز خدمات پارک ملی واشنگتن به معترضان گفت که در صورت جدی نگرفتن اخطارها از ظهر دوشنبه دستگیر خواهند کرد، اما معترضان مصمم هستند که همینجا بمونند. ما سعی می‌کنیم تا وقتی بتونیم اینجا بمونیم. می‌خوایم به مردم بگیم که ما هنوز اینجا هستیم. ما توی شهرهای دیگه شاهد این وضع بودیم، حتی اگه کمپ رو از ما بگیرن جلوی ما رو نمیتونن بگیرن. سخنگوی سازمان پارک‌ها دوشنبه به خبرنگاران گفت قانون منع اردو زدن در پارک‌ها به هر حال به اجرا در خواهد آمد، اما تاریخ آن هنوز مشخص نشده است. اما گوش معترضان بدهکار این حرفا نیست. طلا هادوی، میدان مکفرسن، صدای آمریکا.